امروز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ترکیه، جان بال سفیر ایالات متحده در آن کشور گفت حکومت ایالات متحده در مورد دلیل اینکه کارمندان محلی قنسولگری ایالات متحده را توقیف کردند هیچ معلومات ندارد و دلایل آن به حکومت امریکا ارائه نشده است. آقای باس اضافه کرد تبادل نظریات روی این موضوعات در میان دو حکومت جریان دارد و ادعای پنهان کردن افراد را رد نمود. هیچ فردی در هیچ مکان مربوط به ما پنهان نیست و تا حدی که من معلومات دارم هیچ گونه تقاضای طویل المدت از جانب مقامات امنیتی برای تحقیق و یا توقیف کارمندان محلی ما وجود ندارد. این تنش ناگهانی دیپلماتیک میان ایالات متحده و ترکیه سفر میان دو کشور را تهدید می کند و وزارت خارجه سردرگم است که چرا ترکیه دو کارمند محلی قنسولگری امریکا را توقیف و سومی را فراخوانده است. من دقیقا مطمئن نیستم که انگیزه های دولت ترکیه چی بوده. اجازه دهید فقط روشن سازم که ما از این حرکتشان مایوس شدیم. داشتن همکاری های نزدیک امنیتی با ویژه با یک شریک ناتو بسیار مهم است. سخنگوی وزارت خارجه گفت جان باس سفیر ایالات متحده در ترکیه به تنهایی عمل نکرده است و او در هماهنگی با وزارت امور خارجه، قصر سفید و شورای امنیت ملی عمل کرده است. رئیس جمهور ترکیه توقیف شدگان را که کارمندان محلی قنسولگری هستند متهم به جاسوسی نموده است. اردوغان شخصاً با تقلید از دستورالعمل ایالات متحده فرمان تعلیق ویزای ترکیه را نوشت. به نظر من در حال حاضر وضعیت داخلی ترکیه برای پذیرش ضدیت علیه امریکا بسیار مستعد است و او از این بازی استفاده می کند. اعتراضات در قنسولگری ایالات متحده در استانبول در حال افزایش یافته است که افرادی که قرار بود ویزا دریافت کنند اجازه ورود به قنسولگری را نیافتند. من قصد سفر به ایالات متحده را برای دیدار پسر عمویم در یوستن داشتم. به احتمال زیاد برنامه های خود را به دلیل وضعیت کنونی لغو می کنم. احمد قاسم خان تحلیلگر ترکیه میگوید اردوغان هیچ گزینه دیگری نداشت. توقف صدور ویزا بدترین نوع ضربه به یک متحد است که میتواند موجب تاخت و تاز به همدیگر شود. ترکیه هیچ گزینه نداشت اما تلافی به عین شیوه به هیچ وجه غیر معمول نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ترکیه میتواند با دادن اجازه به دو کارمند بازداشت شده برای گرفتن وکیل تنش‌ها میان دو کشور را کاهش بخشد. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا.